دزدان در اروزگان ده ها رأس مواشی را دزدیدند. سرکوب داخلی در روسیه، شورای حقوق بشر خواستار تعیین کارشناس نظارت شد. آخرین نفذهای افغانستان زیر چنگال خونین طالبان. در پایان صحن حولی وزارت داخلی طالبان پر از اجساد شد. مشروع خبرها. منابع محلی در اروزگان میگویند که دزدان ده ها رأس مواشی را در این ولایت دزدیدند. منابع میگویند که دزدان سه شنبه شب 12 میزان 40 رأس بز و گوسفند را در مربوطات ولسوالی دهراود ولایت اروزگان دزدیدند. به گفته منابع هنوز معلوم نیست که دزدان این تعداد از مواشی را به کجا انتقال دادند. چوپان این مواشی گفته است در حالی که قضیه را با طالبان شریک کرده آنان دست به هیچ اقدام نزدند. اروزگان از ولایت‌های جنوبی افغانستان است. اکثر باشندگان این ولایت به دامداری مصروفند. سرکوب داخلی در روسیه، شورای حقوق بشر خواستار تعیین کارشناس نظارت شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار گماشتن کارشناس ناظر بر عملکرد سران دولتی در روسیه شده است. این شورا در گزارش روز چهارشنبه 5 اکتبر گفته که در سالهای اخیر با ویژه از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، رهبری دولت روسیه تجاوز تمام عیار را بر حقوق شهروندانش انجام داده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این شورا باید پیام محکم و قوی به جامعه مدنی روسیه داشته باشد که درخواست‌های متعددی برای بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر در این کشور داشته است. بر بنیاد معلومات شورای حقوق بشر، دولت روسیه چند روز پس از آغاز تهاجم بر اوکراین به سانسور اطلاعات دست زده و صدها نفر را به خاطر پوشیدن رنگ‌های زرد و آبی بر رنگ پرچم اوکراین محاکمه کرده است. آخرین نفس‌های افغانستان زیر چنگال خونین طالبان. افغانستان فعلی جغرافیای ترس و وحشت است، جغرافیای فقر و بیکاری، جغرافیای دشت و تروریست است، جغرافیای یأس و ناامیدی است. در این جغرافیا فقط ایده‌ای از سرناچوری شب و روز را به شب می‌رسانند. در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها گدایان و معتادان در رفت آمدند و از هر کسی که سر راهشان قرار می‌گیرد چیزی می‌طلبند. مسئولیت کاری برای ماموران اصلا وجود ندارد. زمانی که به طرف کار می روند با خود می گویند این روز آخر کار ماست، چون هزاران مامور دولتی را طالبان بدون هیچ بهانه رخصت کرده و افراد خود را به جای آنها قرار دادند. مردم مقصر این وضعیت را کاملا می شناسند و هر روز شب به او نفرین می فرستند. صدای امریکا گزارش می‌دهد انفجار در داخل مسجد در نزدیک مقر وزارت داخله به وقوع پیوست. مقام‌های طالبان می‌گویند که در داخل یک مسجد در نزدیکی مقر وزارت داخله انفجار به وقوع پیوسته است. عبدالنافع تاکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز چهارشنبه با ارسال پیام به رسانه‌ها گفته است که این انفجار در داخل مسجد که از مقر وزارت داخله فاصله دارد به وقوع پیوسته است. گفته شده است که درست در هنگام ادای نماز پیشین به وقوع پیوسته و تلفات نیز بر جا گذاشته است، اما تاکنون در مورد نوعیت انفجار و آمار دقیق تلفات جزئیات نشر نشده است. شفاخانه امرجنسی در کابل در یک پیام تویتر نگاشته است که پس از انفجار در یک مسجد در وزارت داخله کم از کم 2 کشته و 18 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. سراسیمگی پس از انفجار در وزارت داخلی طالبان. منابع از وزارت داخلی طالبان میگوید که پس از انفجار در مسجد داخل محوطه این وزارت سراسیمگی حاکم شده است. این منبع میگوید که در این رویداد نزدیک به 30 تن کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان در مورد تلفات چیزی نگفتند. ادامه موضوع آخرین نفس‌های افغانستان زیر چنگال خونین طالبان. روزنامه 8 صبح گزارش می‌دهد. تولستوی، رمان بزرگ آنا کارنینا با این جمله آغاز میکند: خوشبختی ها در همه جای دنیا یک رنگن، ولی بدبختی ها همیشه متفاوتن. در یک سال گذشته که افغانستان زیر سیطره خشنترین گروه تروریستی قرار گرفته است، بدترین روزها و شبهای خود را تجربه میکند. بدبختی مردم افغانستان یکی دو تا نه بلکه هزاران است که به شکلهای مختلف خود را نشان میدهد. یک سال حاکمیت طالبان بر افغانستان دار و ندار کشور را در یک قمار بی‌باکانه به باد فنا داد. ارزش‌ها به ضد ارزش تبدیل شد.
زنان زندانی خانه نشین شدند. درس و آموزش از دختران دریغ داشته شد. اقتصاد رو به ریکورد کشور کاملا به ورطه نابودی رسید. بیکاری فقر در جامعه گسترش بی پیشینه یافت و همه چیز مردم از آنها گرفته شد. دیگر هیچ کس در هیچ جای مسئول نیست. خلاف آنچه طالبان ادعا میکند که گویا امنیت و آزادی را به مردم افغانستان به ارمغان آوردن، نه از امنیت در این کشور مصیبت زده خبر نیست و نه از آزادی، نه از حقوق بشر خبر است و نه از جامعه مدنی، نه از آموزش و تحصیل خبر است و نه هم از حضور زنان در پوزهای کلیدی. امنیت فقط در چارچوب می تواند معنا پیدا کند که هر شهروند بتواند آزادانه برای دستیافتن به خوشبختی و رفاه خود تصمیم می گیرد. وقت چیز به نام خوشبختی و رفاه وجود نداشته باشد، وقت ترس در همه جا سایه شوم خود را گسترده باشد، امنیت و آزادی نیز رویارویی بیش نمی تواند باشد. وقت آدم ها سرای خود را بلند کرده نتوانند و وقت پدر از پسر و پسر از پدر بهراسد، امنیت در چنین جغرافیایی چه معنی خواهد داشت؟ افغانستان ها را زندانی شده برای همه کسانی که در این جغرافیای مرگ و وحشت به 1001 دلیل گیر مردن، حتی همان هایی که زمان سنگ حمایت از طالبان را به سینه می زدند دیگر حاضر نیستند از چنین گروهی که دیگر اهداف و برنامه هایش برای تباهی و بربادی کشور همچون روز روشن شده از دفاع کنند. ما بیشتر یا کمتر از یک قرن است که به قول یکی از اندیشمندان سیاسی در تعطیلات تاریخ به سر میبریم و هیچ زمان روی ثبات و امنیت واقعی را ندیده ایم. همواره مسائل میان ما بدون حل باقی مانده و باعث شده که زمینه ساز تباهی نسل ها شود. امروز آنچه در رسانه های جهان از وضعیت افغانستان گزارش می شود از یک تراژدی بزرگ پرده برمی دارد. این تراژدی چنان بزرگ عظیم است که حتی نمی توانیم ابعاد آن را تخمین زنیم. یک کشور با ساکنانش یک شبه در قهر و ظلمت، ذلت و بیچارگی افتاده است. آیا چنین فاجعه را یکی از کشورهای جهان تا دو قرن گذشته تجربه کرده است؟ حتی همان جنگ های اول و دوم جهانی نیز با تمام فجایع خونبار خود پس از 5-6 سال به پایان رسیدند و دوباره زندگی و کشورهای درگیر جنگ برگشته است. اما تاریخ خونین افغانستان همواره با خون رقم خورده است. از شکلگیری طالبان در دهه 70 روایت های متفاوت شده است. روایت هایی که گاه آن را جنبش خودجوش در برابر هراج و مرج حاکم بر کشور و گاه ساخته و پرداخته سازمان ها و نهادهای استخباراتی بیرونی دانستند. آیا گاه فکر کرده ایم که جنگیدن تنها برداشتن کلاشینکوف نیست؟ آیا ممکن است که چند ملا و آخوند در یک شب و با چشم برهم زدنی به بهانه وضعیت آشفته کشور سلاح بردارند و یک اردوی بزرگ آموزجیده و بزرگترین فرماندهان جنگ را که تجربه نبرد با قشون سرخ را داشتند از مناطقشان برانند و مهمتر از همه که کلان شهرهای چون هرات، مزار شریف کابل را به تصرف خود در بیاورند؟ جزئیات این تحلیل جالب را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید.